بگو ببینم چی میگی تو. بابا جون من میگم هر کاری شما میخوای بکنی با نظم با قانون. الحمدلله یه دیم اومدن حرفای درست حسابی میزنه، کسی گوش نمیده به این حرفا. گوش بده ببین ما چی میگیم اینا چی میگن. انقدر چرا میذاری جیبه؟ چرا انقدر اعلامیه میذاری جیبشی؟ وایستا گوش بده. ما میگیم که این ساواک باید منحل بشه. چرا؟ چون 10,000 کارمند داره. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه بیاد گوش واسه پلو گوشه. خب شهرداری هم داره. شهرداری هم 10,000 تا داره. ببینید شهرداری که برای ملت کار میکنه. این داره واسه خارجی ها کار میکنه، جاسوسی میکنه. هر کس آخ بذار من برات مثال بیارم. اون کسی که میره بالای منبر، درسته؟ میره بالای منبر سخنرانی میکنه برای مردم. میگه که آقا این شاه چه دزدیایی کرده، چه کارهای بدی کرده، چه اسفافایی داره انجام میشه در حق ملت، چه حقی ملت دارن. این رو چرا میگیرن؟ اون طلبه رو چرا میکشن که میره میخواد بره تو حوض علمی قم؟ اون جوون دانشجو رو چرا تو اونجا شکنجه میدن تو ساوار؟ چرا این همه جوون رو دارن ادام؟ من میگه چرا؟ خب حکمان یه حرف اینا رو چرا دارن میزنن؟ حتماً یه حرف بد و بیرایی شا بره ساواک منحل بشه. چیزینی خبری میزنه؟ نه همه این اسلحه‌ای که دست این ملته، این از پول مالیاتی که ما دادیم، از پول بیت المال ملته، از پول ما میگیرن، از اسرائیل اسلحه میخرن، همون اسرائیلی که میزنه فلسطین رو داغون میکنه، مسلمونای فلسطین رو داغون میکنه. بعد میان اینجا وای میسن سر چهارراه میزنن. که تو میگی من میدونم این انگار که من با کی طرفه؟ این شریف مامیو این چیز نظم. شما برو حرفتو بزن. ما با نظم انجام میدیم. حالا چی میگی؟ حرف حساب چیه؟ حالا من به شما میگم، من میگم ما میخوایم رهبر بیاد. رهبرمون هم گفته برای اینکه بیام و اینا، یعنی ملت هم اینو میگه، چون حرف رهبر با حرف ملت یکی. برای اینکه امامو بیاریم، برای اینکه امامو بیاریم باید که بریزیم تو خیابونا تظاهرات بکنیم، اون در رو باز بذاریم. چیزی نیست آقا جون گوش کن ببین این اعلامیه چی نوشته. آقا گفتن که لازم است ملت شریف به نهضت اسلامی خود تا وصول به نتیجه ادامه دهند و در این راه که رضای خداوند در آن است صبر کنند و از اعانت برادران خود غفلت نکنند. این آقا گفته. یعنی در رو پا کنیم. ما میگیم آشوب بپا نکنیم. اینجا بیاین اگه تظاهرات قانونی باشه، منظم باشه، ما باش موافقی. آخه چه قانونی که شما بری شلوغ کنی بزنی شیشه بشکونی فایده نداره. چه قانونی شما ندیدید؟ کدوم قانون شما ندیدید؟ ما اون موقع که ما میرفتیم میگفتیم مرگ در شام مرده باد زنده باد، شبش دیدیم که از این رو به اون میشو. شما نبودین ندیدین ده. آخه بابا نه اون موقع اینطوری نبود. آقا اون نهضت یه نهضت علکی بوده. این نهضت نهضتیه که پشت سرش ایمانه، پشت سرش اینه که میگه منو بکش. متوجه اینا از مردن نمیترسن، اونا از مردن میترسن. فرقش تو اینه، فرقش فلسفه‌ایه که داره، فرق شهادت. من چطوری با تو صحبت کنم؟ آقا جون دارن زن بچه مردم دارن میکشن این ملتو. اینا چه بکنم؟ شما سر باز بذار بریم بیرون با هم تظاهرات. بابا جون من گفتم من میام. من که نگفتم که بده، که گفتم صبر کن آروم بشه اینا نکشن، داد و قال نباشه. من و تو و ننت با هم دیگه میریم تظاهرات کنیم. ما پشت نشین اینا ساکت نمیشینن. این شاه ساکت نمیشینن. در میزنن آقا جون، در میزنن آقا جون، در میزنن آقا جون، در میزنن آقا جون. در رو بس کن سربازا دیدن یار اومده این تو. سربازا دیدن یار اومده. آقا جون زن و بچه مردم از پشت در. بابا بده من دیگه از هر نکنی کیه افر. بابا دارم میزنم دیگه. خدا رو بس کن. بله کیه افر. عباس چی شدی تو؟ عباس
خون جنون کن، خون جنون کن،